افشاگری جنرال ظاهر عظیمی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیبرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی امرالله صالح، افشاگری جنرال ظاهر عظیمی. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دفاع افشاگری کرده است که حامد کرزی در دوره ماموریتش طالبان را به گونه همدی تقویت کرد. با گفته آقای عظیمی، حامد کرزی اکثر فرماندهان ضد طالب در نهادهای امنیتی را بندی و یا هم برکنار کرد. این جنرال پیشین گفته است که حامد کرزی در حضور رنگین دادفر اسپنتاب و جنرال پتریوس فرمانده نظامیان امریکایی هشدار داد: به خدا اگر عملیات‌های شبانه بر ضد طالبان را متوقف نکنید، بر علیهتان جهاد می کنم. در عین حال، نقل از صفحه رسمی 8 صبح، مشاور امنیت ملی: طالبان از یک سال به این سو از ملا هیبت الله احوالی ندارند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور، می گوید که گروه طالبان از 12 ماه به این سو از ملا هیبت الله رهبر این گروه احوالی ندارند. و روز شنبه 8 جوزا در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی گفت: هیچ معلوم نیست که هیبت الله هست یا نیست. نه کسی صدایش را شنیده و نه کسی با او دیده. معلومات استخباراتی همین را تایید می کند. بیشتر منابع موثق از شهر کویته به روزنامه 8 صبح گفته بودند که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان یک جا با ملا مطیع الله رئیس استخبارات و حافظه عبدالمجید مسئول مالی این گروه در انفجاری در پاکستان کشته شده اند. زمان دقیق این رویداد مشخص نیست. طالبان این گزارش را تایید نکردند. از نشانی رهبر طالبان پیامی به مناسبت عید چندی پیش نشر شد. این پیام کتبی بود. این گروه درباره اظهارات مشاور امنیت ملی چیزی نگفته است. در عین حال، به نقل از صفحه رسمی اسپوتنیک، کشته شدن 1500 طالب در نبردهای اخیر. مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که نزدیک به 1500 تن از جنگجویان طالب در جریان جنگهای اخیر با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته شدند. و گزارش اسپوتنیک و نقل از طلوع نیوز، جنرال محمد یاسین سیاه، لویدرستیس افغانستان، میگوید که طالبان در بخش‌های مختلف با شکست روبرو شده اند. در همین حال، رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که شکست‌های اخیر طالبان در جنگ باعث ایجاد مشکلات در صفوف طالبان شده است. اما طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نپذیرفتند. همزمان با درگیری‌های سنگین در بیش از نیمه از ولایت‌های کشور، مسئولان نهادهای دولتی از عقب زدن بسیاری از حمله‌های طالبان سخن می‌زنند. آقای زیاد در پاسخ به سوال درباره عقب نشینی های نیروهای دولتی از برخی از بخش های کشور گفت: ما با تغییر شیوه
چهار جایی که مشکل هم آمده، انشاءالله که به زودترین فرصت با همکاری سایر نهادها بالای ازی کار جریان داره. با این حال رئیس امنیت ملی از وجود اختلاف ها در گروه طالبان یاد می کند. ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت تلفات در بین خود رهبریشان هم یک قسمت مشکلات را ایجاد کرده. سر ملا یعقوب فشارهای زیادی هست و خاطری است که نتانست درست از این نفرا استفاده کنه و زم خودشان بی بحث هایی هست که مسئله سبب شده که اینها در بین اطفال هم جلب و جذب را شروع کردن. در این نشست از آقای محب درباره برخی از گزارش ها مبنی بر این که گویا پاکستان روابط رسمی با او قطع کرده است پرسیده شد. بیشتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این باره گفت که روابط با پاکستان قطع یا ناقطع اقت تاثیر زیاد نداره، ما کدام روابط تا به حال هم خوب نداشتیم. در عین حال در حمله بر موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی چهار تن کشته شدند. وزارت داخله میگوید که در انفجار ماینی که کاستر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی را در پروان هدف قرار داد، چهار تن کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که رئیس دانشگاه البیرونی نیز زخمی شده است. این رویداد هنگام بازگشت استادان و دانشجویان دانشگاه البیرونی پس از چاشت روز شنبه 8 جوزا رخ داده است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته است این انفجار در ساحه ربات حوزه 7 شهر چاریکار رخ داده است. دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا موقعیت دارد. در گذشته نیز استادان و دانشجویان این دانشگاه هدف حمله قرار گرفته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.